به نام خالق هستی بخش، باز هم سلام های گرم خدا تقدیم شما عزیزان میکنم، هموطنان خوبم و هر کسی که بیننده برنامه روشنا هست. روزتان به خوبی و خوشی باشه و امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین و همچنین همه اعضای خانواده در کنار هم به خوبی، به سلامتی، به امید زندگی کنین. چی حال احوال دارین هموطنای خوبم؟ خوب هستین؟ جور هستین؟ خدا کنه که صحتمند باشین و همیشه در زندگیتان و امید به خدای بزرگ بهترین زندگی را برای خودتان و خانوادهتان آماده کنیم. اما همراه شما عزیزان هستیم در برنامه روشنا و موضوع به رنگ امید. عزیزانی که بیننده برنامه ما بودن متوجه هستند که ما در رابطه به امید چه صحبت‌های مفیدی داشتیم و چقدر همراه شما عزیزان گفتگو داشتیم. اما امروز سوالاتی که شما عزیزان از ما پرسان کردین را از خواهر خوما خانم رضایی که بر حال دکتر روانشناسی هستن همراهشان پرسان میکنیم و مشاوره میگیریم. پس شما عزیزان هم میتونین همین امروز همین اکنون با ما در ارتباط باشین. مثبت 964 780 255 40 13 نمبری است که شما میتونین از این طریق با ما در ارتباط باشین. سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاوره، هر گپی که دارین ما در انتظار او هستیم. نمبر واتساپی ما هست. خب خانم رضایی اینجا هستن، زیاد گپ نمیزنم بخاطر که سوالات شما عزیزان بسیار زیاد است که به دست ما رسیده. خانم رضایی سلام و بسیار خوش آمدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همینطور همه بینندگان محترم این برنامه و آرزومندی هستم انشالله که روز رو با ایمان به خدا و با توکل بر او و با محبت و لطف نسبت به مخلوقات او انشالله همه عزیزان ما شروع کرده باشن و با امید به این که انشالله لحظات و ساعات بهتر و نیکوتر و پربارتری در پیش رو دارن انشالله روز خود خور ادامه بدن. زنده باشین، یک جان تشکر، لطف دارین. اما دوستای عزیزی که با ما در ارتباط بودن، ما بسیار خوش شدیم از اینکه به هر حال با ما در ارتباط بودین، سوالاتتون رو فرایی کردین برای ما که ما بتونیم جوابگو باشیم و خواهر خوما خانم رضایی امیال پاسخگوی سوالات هستن. امیدوار هستم که شما بیننده برنامه باشین. خانم رضایی چند تا سوال برای ما رسیده. بله. از خواهرای خوب ما که درد دل کردن با خاطر مشکلاتی که داشتن و دارن و چون به هر حال متوجه شدن که ما موضوع ما به رنگ امید هست و امید در زندگی چقدر میتونه مهم و مفید باشه، خواستن که سوالات از شما پرسان کنن و به هر حال به اشتراک بانن او چیزی که در دلشان هست. پس من ایرم میخوانم که شما انشاءالله براشان پاسخگو باشین. سلام، تشکر میکنم از شما که به فکر ما هستید. خانمی هستم که از دوران کودکی در خانه بیروبار و پر از گپ و جنجال بزرگ شدیم. ما هیچ نفهمیدیم که چه قسم در این خانه کلان شدیم. حال هم که عروسی کردیم دلم همیشه خون است. پدرم از دست دادیم. شوهرم کاروبار نداره و همیشه ما در داخل خانه جنجال داریم. ما اصلا نمیفهم که امید چی است. بله. اولا که من سلام میکنم خدمت بیننده عزیز ما و همینطور تشکر میکنم از اینکه به هر حال آغاز کردن یک گام مهم و مثبتی رو و به نحوی میشود گفت که یک نوع رابطه است و یک نوع تعامل است. انشالله که ما در گفتگویی که انشالله خواهیم داشت با شما و همینطور همه بینندگان عزیز ما، این بیننده عزیز ما شاهدی برنامه باشند و بتوانند یک راهکار عملی و به اصطلاح یک راه حلی برای مشکل خود پیدا بکنند. ببینید، نکته اول، یک نکته مهمی است که ما در یک جمله ساده اگر بخوایم بگوییم میگه که زندگی کردن هدیه است از جانب خداوند به ما، اصل حیات و زنده بودن و نحوه زندگی کردن و زیستن و کیفیت زندگی برعکس هدیه است که ما تقدیم میکنیم به ساعت پروردگار که تو که بالاترین نعمت هستی رو به ما دادی، ما به چه قسم به چه شکل از اون نعمت استفاده خواهد کرد. خب پس بنابراین گاهی وقتا بس میشه که خیلی وقتا خصوصا جوانان و نوجوانان ما بحث میکنن که ما که نخواستم به دنیا بیایم،
این چه قسم زندگی است؟ اصلا چه فایده ای از این؟ کسی از من نپرسید که تو میخوای به دنیا بیای یا نمیخوای به دنیا بیای. درست. بله، این واقعیتی است که بله ما به دنیا آمدن ما اختیار خودم نبوده. این تحت سرپرستی و تربیت چه کسانی قرار بدیم؟ بله. بازم اختیار ما نیست. خب حالا ای عزیزم ما گفتن که من در خانواده ای به دنیا آمدم که بیروبار بوده، مثلا جمعیت زیاد بوده، بله، ممکنه بله. که مشکل اقتصادی داشتن، اولادای زیاد داشتن پدر مادر، و خب خانواده شاید توان ایره نداشتن که به او شکله و به او نحوی که باید و شاید یا ایشان تصور میکنه به او نحوی که باید ای عزیز ما فکر میکنن، به خاطر اینکه ما اینو میدانیم که همه او دوستان و عزیزان بیننده ای ما که در حال حاضر بیننده هستند میدانن که پدرها و مادرها همه تلاششان بر است که هر آنچه که در حد توان اونها هست به اولاد خودشان بله. به عبارتی بدن و زحمت بکشن. فقط تفاوتش است که بسیاری اوقات یا در توان اونها نیست آنچه را که اولادا و اطفال اونها میخواین آماده کنن، بله. یا اینکه خیلی وقتا ممکنه که به لحاظ زمینه یا به لحاظ امکانات باشه ولی این فهم و این درک و این توان که از او به قسم درست استفاده بکنن ندارن، یاد ندارن اصلا. با شما حالا ببین عزیز ما میگم که اولی کاری که میکنه است که به این فکر کنه که آیا واقعا اینکه ایشون مثلا یک قسمتی مشکل ای عزیز ما است که نسبت به گذشتهش هم تأسف داره. بله. چرا من این رسم زندگی کردم؟ یعنی چرا در این خانواده از بودم؟ ازمون خوردی این در حالت کلان شده که اصلا نه امید در زندگی بوده، نه امیدواری، نه آینده، یعنی کلن احساس میکنه که اصلا امید رنگی در زندگیشان نداره. بله. خب این نکته اول. ببینید حالا من این خدمت همه دوستانمو میگم، ای که من در یه خانواده پرجمعیت به دنیا بیایم و او خانواده امکانات بسیار کمی داشته باشه و حتی خدای نکرده که باز متاسفانه مشکل بسیار در خانواده های ما در هموطن های ما دیده میشه که حالا در یه خانواده 6 یا 7 تا اولاد هست، معمولا پدر و مادرها خواسته یا ناخواسته بین 5 6 تا اولاد یکی دو تایی رو بیشتر خواستن، به عبارت ساده تر تبعیض قائل میشن، یا حالا بحث جنسیت مطرح است، مثلا اولادای پسرشان بیشتر میخوان از اولاد دخترشان، باز بین دخترها باز یک تفاوت هایی هست. خب ممکنه ایشون حتی از همین زمینه هم زخم خورده باشه، یعنی آزار دیده باشه در دوره کودکیش و در سطح طبیعتش. اینا رو من میگم یک نگاهی بندازیم. یک، آیا پدر و مادر من نمیدانستند و ایگونه با ما برخورد کردن؟ نمیدانستند، یا اینکه یعنی میتوانستند کاری رو انجام بدن ولی ناگاه بودند، ای تکه اول، یا واقعا بیشتر از این نمیتوانستن؟ در توانایشان همونقدر بوده. یعنی من اینو ببینم بیاندیشم که زمانی که من کودک بودم، نوجوان بودم، حتی موقع ازدواجم، پدر و مادرم هر اون چه که میتوانستن انجام بدن رو دادند. بله. خب پس نکته اول، ما یکی از قسمت هایی که بحث ناامیدی بشه بوده که هر وقت به گذشته های ما نگاه میکنیم و تاسف و حسرت او انگار تلمبار میشه و پیش زمینه میشه برای اینکه حال خودمون هم، یعنی اگر من به گذشته هر بار که نگاه میکنم فقط سیاهی و تاسف ببینم، او سرایت میکنه از گذشته و به حال من هم وارد میشه. بله. و این حال فعلی من از من میگیره. خب ایشون پس بنابراین نکته اول، دوباره تکرار میکنم خدمت همه عزیزان، خصوصا و دوستان و عزیزانی که واقعا نسبت به گذشته و خانواده ایشانی مشکل دارن، یک بررسی بکنیم آیا پدر و مادر ما توانش نداشتند؟ و در هر دو صورت دیگه مقصر نیستن؟ نه، همین. و اصلا خود ایشون الان یه خانم خانه‌دار شده، حالا ازدواج کرده، شاید اولاد داشته باشه. حالا بیام یک کاری بکنیم، دقیقاً این که می‌خوایم روزنی امید را ایجاد کنیم. پس این که اولین مرحله که نسبت به گذشته‌هایمان تأسف و حسرت‌هایمان رو کم کنیم، نگذاریم او تلخی، او سیاهی و او تاریکی به حال حاضر ما بیای سرایت بکنه. بله. فی‌الحال ایشون میگه که خب پدرم از دست دادم، حالا باز بس سوگ رو چون چند مرحله است پاسخ ایشون، می‌گذاریم شاید عزیزان دیگه ای ما سوال بپرسن، جواب دیگه ای در یک جای دیگه به بحث سوگ و از دست دادن عزیزان می‌پردازیم. فعلا حال زندگیشان، ایشون میگه که همسر من مثلا کار نداره و وضعیت اقتصادی ما، ببینید این یک نکته اول، آیا فقط منحصر به شما این مسئله؟ یک این مشکل اصلا باشه، این مشکل فقط مشکل شماست؟ اگر فقط مشکل شماست پس راه حلش هم باید کاملا اختصاصی و خصوصی باشه، یا نه مشکل جامعه است، مشکل شرایط است، مشکلی است که اتفاق افتاده و یک وضعیتی. اگر مشکل اجتماعی است پس مقدارکی این نگاه منفی رو کم میکنه، یعنی تنها من نیستم، این مسئله فقط مسئله من نیست، این مشکلی است که اصلا در جامعه بید. خب پس اگر مشکل شما به تنهایی نیست و مشکل جامعه است، حالا راه حل وجود داره یا نداره؟ یک وقتی هست ما دنبال این میگردیم که یک آن معجزه کنیم، مثل به عبارتی فیلم ها یا کارتون هایی که برای اطفال هست که یک به عبارتی یک عصای دیدین، یک چی در دست داره ایره زمین میزنه، مثلا یک وردی میگه و از این رو به زیر میشه، خانه مثلا عوض میشه و کویر جنگل میشه و جنگل گلباران میشه. نه، اگر به دنبالی هستیم که یک باره همه چی تغییر کنه،
یک واقعیتی است که نه اینو باید بپذیریم، یعنی به اصطلاح ساده‌تر خودمون به خودمون راست باشیم و به عزیزم میگم که خب شوهر شما تنها نیست، متاسفانه الان وضعیت جامعه وضعیت نامساعدی است، فقط در کشور ما هم نیست، بسیاری از کشورهای جهان بله مشکل اقتصادی مشکل و تورم و بیکاری وجود داره. حالا یا ایست که میخوای یک بار تغییر بدی، خب اشتباهه، یک بار هیچ چیزی تغییر نمیکنه، بنابراین این رو باید بپذیری که گام به گام، قدم به قدم. حالا در اون قدم به قدم شما میخوای حرکتی بکنی یا نمیخوای حرکتی بکنی؟ اگر این امینو بشینی، ما بدبخت و ما اصلا امید یعنی چی؟ من امید نمیشناسم. امید تفسیر و تعویل یا تزریقی نیست که مثلا فلان کس پیشکاری برداره بیا به ما تزریق کنه بگه خب الان امیدوارت کردم. نه، اصلا همچی چیزی نیست. بله. امید یک احساس درونی در ماست که باید او رو بشناسم و باورش کنم. خب الان مشکلات هست. آیا ما به عنوان همسر، به عنوان شریک زندگی آدم میتونم کمی تا قسمتی به او کمک کنم در برطرف کردن این مشکل؟ بله. اولین مسئله، خب وقتی که همی که من بپذیرم شرایط فعلا یک قسمه است، هم یک مقداری از اون یأس و نگاه منفی به زندگی به طور کلی در درون خودم این مسئله حل میشه، و هم به عبارتی چون میدونیم ما خب خانمی خانودار هستم، بسیار از عزیزان رو میدونن وقتی یک مشکلی که هست، خب مثلا خانم ها کیفیت ابراز احساساتشان ممکن است مثلا یک معنی، حالا در اصطلاح عامیانه میگیم گب میزنه، مثلا یک وقتی میگه زن چقدر تو نق زدی، چقدر تو مثلا فرض کنید حالا اصطلاح های متفاوتی در ولایت های مختلف ممکن استفاده بکنه، که خانم ها مثلا فرض کنید به همسرش میگه خب بس دیگه چقدر بیکاری و چهار چه کنم و اولادا رو چیکار کنیم، کرایه خانه مونده و خب بیایم به این قضیه فکر کنیم. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بپذیریم یک در درون وجود خودمه این مسئله حل بشه که شرایط اینطوری است، و بعد میزان رابطه منفی با همسرم کاهش بدم، بیایم بشینیم هر دو با هم بگیم من الان تو رو درک میکنم، یک چاره بیاندیشه، اصلا میدونم که شرایط قسم است. حالا مثلا اگر همسر شما کاسب بود، کاری داشت، شغلی داشت، فعلا کار به عبارت دیگه نمیتونه، بیایم با هم یعنی یک اولین قدمی که ممکن است این معنی امید رو ایجاد بکنه اینه که یادتون هست که ما قبلا بحث میکردیم یک هدفی برای خودتان تعیین کنید. بله. هدف معجزه نباشه. درست. یک هفته بعد، یک ماه بعد زندگیم از این روز نباشیم که یک معجزه ایجاد شود. خود ما تغییر در زندگی من میخوایم مثلا با هم هماهنگ کنیم که نهایتا تلاش میکنیم، مثلا همسر ایشون 3 ماه دنبال کار میگرده و هنوز پیدا نکرده. حالا میایم اینکه بیا دو نفری با هم فکر میکنیم راههای متفاوت رو از امروز شروع میکنیم، تا مثلا فرض کنید اگر امروز سه شنبه است، تا یک شنبه یا دوشنبه هفته آینده میشینیم و یک راه حلی با هم برای که چیکار کنیم، دست به چه کاری بزنیم. مثلا پول ما اینقدر است، ما 10,000 سرمایه داریم، یعنی 10,000 سرمایه کجا؟ اول هدف رو تعیین کنیم. چه بسا بسیار از خانمایی هستن که هنر دارن، هنر دخت و دوست دارن، بله، خیاطی بله، دارن، بله. میتونن از این طریق به همسر خودشون کمک کنن، بله. میتونن مسائل اقتصادی خودشون رو به این طریق حل کنن. احسن بر شما. بله. پس وقتی که هدف گذاری کردیم، مرحله بعدی که تلاش کنیم. بنابراین به دوست عزیزمون میگم که اما اون فاکتوری که قبلا هم با هم بحث کردید، اما عاملی که با هم گفتیم، اولین گزینه تغییره. یک تغییر بسیار کوچک. حداقل حرکت کنه از این حالت تقابل با همسرش، رو در روی مثلا ایستادن و گفتگو کردن و بگو مگو کردن، یک قدم بره جلوتر بگه من میدونم که شرایط قسمه است، حالا بیا با هم هم فکری کنیم از امروز مثلا تا یک هفته بعد. میگردیم، من میگردم پرسوجو میکنم، شما هم بله. پرسوجو کنیم که یک کار پیدا کنیم. وقتی که کار پیدا شد، یک هدف پیدا میشه. و هدف یعنی امیدواری. یعنی بله. شما میدونید که یک هفته بعد قرار است بله. چیکار بکنید؟ حالا مرحله بعدی است که تلاش کنیم برای به دست آوردن اون هدفی که انتخاب کردن. خانم رضایی رسان، بسیار وقت‌ها ما مشکلات زندگی داریم، مشکلات جامعه داریم، بله. باز میگیریم مشکلات خود در داخل خانه زیادتر میکنیم. بخاطر همین مثلا سختی‌های زندگی میگیریم یک مثلا جار و جنجال ایجاد میکنیم. اما گفت که شما گفته نیست مثلا بهانه‌ای میگیریم که چوری قسم چوری قسم، خب یکی سخت‌تر میشه زندگی. بله. یکی برای خودت سخت بگیری، برای خانواده سخت بگیری، خب دیگه سختی روی سختی میاد دیگه. مشکل اینجاست که خانم زوری ببینید، ما خصوصا در بحث زنان ما خانم ها عادت ما نیست که میزانی از قابل توجهی از احساساتمون را با گفتگو میتونیم بیرون بریزیم. یعنی من یک زن هستم، مادامی که شروع بکنم به گپ زدن، یعنی درد دل کردن و گفتگو کردن با شما، مقدار اعظمی، حتی اگه شما هیچ راه حلی به من ندین، بله، هیچ چیزی نگوین، فقط اجازه بدین، یعنی با آرامش خاطر، بدونی که مرا قضاوت کنین، بدونی که مثلا سرزنش کنین، بدونی که مثلا بگی آفرینت والله تو چقدر تحمل کردی، یا به اصطلاح آمنه‌تر آتش تأسف و حسرت مرا تیزتر بکنیم، نه فقط گوش بکنین. اینمی گفتگو مرا سبک میکنه. این چالش زمانی اتفاق میفته در خانواده ها که جنجال بیشتر میکنن، زمانی که خانم هیچ کس را برای گفتگو نداره، یا شنیده نشده. خب معمولا خدای نکرده در بسیاری از خانواده ها خب میگن انا. زن که
نباید که زود گپ زد، نباید که مشوره کردم رای زود ناقص بله العقل است. این گپ ها این باعث میشه که بله زیادتر در دقیقا، یعنی ببینید مشکلات مثل زیادتر این شود. اتفاق مثل این میفته که شما فکر کنید که ما آتش فشان مثال میزنیم، بله مواد مذابی که در لایه های پایین زیر نگرانی به مرور آه. زمان اینا تبدیل به مواد مذاب شده، این به محضی که همسر خودش میبینه اگر میگیم که چرا با نمیگیری یا فلان که جنجال بیشتر میشه، به خاطر اینکه مواد مذاب در درون او واقعا در حال دیگر فوران کرد، در حال هیچ راه حلی دیگه نداره، باید به یک قسمی به یک شکلی اینا رو تخلیه کنه. و خب خیلی وقتا اتفاق میفته که به محضی که همسری خانم از این راه آمد بله شروع اتفاق میفته که این مواد مذاب رو خوب است یا بعد از خانم ببینید این بعده، به خاطر اینکه همون مسئله که شما خب گفتید چی کنه اگر فوران نکنه در وجود خودش اصلا ریخته میشه، بهترین کاری که روی ممکن میشه. است بکنه دیگه این خانم بدون ما بیشتر گفتگوهایی که میکنیم مثلا میگیم که اگر یه خانمی دیدید که افسرده است یا استراب داره تاکید شما این باشه که بگید به او یک رفیق هم جنس پیدا کنی، یعنی یک دوست برای خود بیا اصلا در دل کنی که سبک بشه. حالا ولی توصیه برای آقا برای آقایان و مردها فرق میکنه، بنابراین این جنجال هست ولی باید من این نکته رو به خاطر گفتم که وقتی بدانیم که چرا این اتفاق میفته حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که بپذیریم، اولین مرحله در اقدام کردن این که بپذیرین این حق داره که اینقدر پرخاشگر شده، اینقدر مثلا بانگیر شده و این که مره که دید اصلا بسیار ما که وارد خانه شدم تو شروع به نقو کد کردی، ما که مرا که دیدی شروع کردی یک به بانه. نفر دیده خب دیگه هیچ کس ندیده دیگه که نتونسته با کسی دیگه حرف بزنه، فلزایی رو بپذیریم که تویست مون تو توصیه به همه عزیزان نیست، خصوصا اون کسایی که حالا مثلا در ولایت هایی هستن که غیر از ولایت خودشان از جای دیگه ای هستن به خاطر زندگی سعی کنن لااقل یک نفر ره. یک خانم رو ترجیحاً و قطعاً قبل از اینکه گفتگو با همسرشون کسی که روزی مثلا بتوانن روزی یک ساعت یک گفتگوی عامیانه و ساده و اینمو احساسات منفی رو تخلیه کنن، باز تاکید میکنم به شرطی که او آدم از او قسم افرادی نباشه که احساسات رو ایره دو برابر کنه، میگم که بعد درد دل میکنم میگم من اینقدر بعد بیای بگه مشاوره بده برش که بیسی کلا زندگیش مثلا که تو چقدر تحمل کردی من بودم به جای تو از خانم مثلا خلاص خلاص بدتر. این دقیقاً متاسفانه خلاص چون حدودا یک دقیقه فرصت داره نمیخواستم سوال دوم پرسان کنم به خاطر همی ادامه دادم و ای که خانم زمین فکر میکنم این خواهر خوب ما ای که میگه مثلا نمیفهم امید چی هست اشتباه میکنم، امکان نداره که این امید در زندگی نداشته بله باشه، چون امید داشته که زندگی کرده. اصلا چرا پیام داده؟ امید داشته پس. اصلا پس امید داشته پیام داده که یکی مرا ببینه، یکی مرا من گوش بکنه. پس خودش هم رویه دادن بله. است به فقط مثل این میمونه که ما هوا رو میبینیم نفس میکشیم بعد میگیم هوا چه رنگی است؟ کو؟ خب تو همین لحظه که ریه هایت بالا مثلا هوا رو میگیره تنفس میکنی یعنی هوا هست، ولی ما معمولا برای بدیهیات برای چیزایی که بسیار ساده و بسیار چیز دنبال یک بهانه های بسیار عجیب و غریب میگردیم و الان که زندگی جریان داره مثل یک رود و امید هست، همین که میگم تاکید میکنم ایشان پیام دادن یعنی امیدوار امید بودن که یکی جواب بده که زندگیش خوب شود بله، بهتر بله. شود. خب بسیار عالی، ولی ما بسیار وقتا بدبین هستیم، اگر بیایم به دنبال نکات های مثبت زندگی باشیم میبینیم که چقدر امیدها در زندگی ماست که ما بختر از اون میتونیم زندگی خود را پیش ببریم. بسیار خوب، میان برنامه آماده نشر از تقدیم شما میکنیم و باز هم همچنان همراه شما هستیم. معبود من، مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم و این سرفرازی بس که تو خدای من باشی. تو همان گونه هستی که من دوست دارم، پس مرا چنان بساز که خود دوست داری. خدای من، اگر از من نیکی هایم را بخواهی همه را به تو خواهم بخشید، با این که خود به آنها سخت نیازمندم. من بنده تو هستم و تو پروردگار منی. خداوندا به تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو میپوشانم زشت گردانی، تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم
تا بزین را به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم. خب عزیزان بیننده، بازم همراه شما هستیم و بسیار خوش میشیم که یک بار دیگر نمبر واتساپی رو براتون میگم که از این طریق با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که با ما در ارتباط بودن، سوالات خودشون رایی کردن، امروز پاسخگوی سوالاتشان هستیم. مثبت 964-780-255-413 حتما همکارای ما زیرنویس تلویزیونی شما عزیزان هم میکنن. خب پس حتما با ما در ارتباط باشین، سوالات خودتان رو پرسان کنین. امروز ما روز مشاوره داریم، روز است که پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم، پس حتما میتونین با ما در ارتباط شوین. اما خانم رضایی عزیز، بخاطر اینکه سوالات زیاد است، میخوایم که فرصت کم است اینا پاسخگو باشیم، بتونیم تا آخر برنامه بتونیم پاسخگوی کلی سوالات باشیم. پس من سوال عزیز ما را پخش میکنم برای شما که به صورت وایس رای کردن برای ما او را میشنویم. سلام به شما، من متعلم صنف 12 هستم و بسیار تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتان و ای که همیشه بیننده برنامه تان هستم. فقط یک سوال داشتم در رابطه به برنامه امید از کارشناسای محترم شما، که در مواقع ناامیدی چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که اون امید از دست رفته را برگردانیم؟ بله، تشکر. نکته مهمی است که حالا عزیزمون فرمایند که گفتن که ناامیدی، این را یک کمه که اگر دقیقا روشن بکنیم که ناامیدی به خاطر چی؟ بله. من چرا ناامید شدم؟ من در یک مسئله شکست خوردم؟ من خدایی نکرده به عبارتی دوچار یک خیانت شدم از طرف عزیزانم، از طرف مثلا فرض کنید کسی که به او دلبستگی عاطفی داشتم و او رو دوست می‌داشتم، من دوچار خدای نکرده سوگ شدم، مرگ عزیزانم از دست دادم، یا ای که به عبارتی امیدم به طور کلی نسبت مثلا یک مسیری در زندگی می‌رفتم، به یک کاری دست زده بودم و بارها و بارها تلاشم کرده بودم ولی در نهایت در نتیجه نرسیدم، یعنی نتیجه ای از ثمره ای از کار درست. خودم ندیدم. خب این هر کدوم اینها متفاوت هست، یعنی کیفیت برخورد. منتها اگر به طور کلی بیایم یک راهکار جدی برای بحث ناامیدی مطرح بکنیم، اولین و مهمترین قضیه ای که باید این رو پذیرفت در همه انواعی که من گفتم، در همه موارد و حتی موارد دیگه غیر از اینها که هست، این که این رو در نظر داشته باشیم که این اتفاق افتاد، خلاص شد. درست. من هنوز زنده هستم. بله. ساده ساده شنم اون جمله معروفی است که این نیز بگذرد. تمام شد. ببین و میگذره. گذشت دیگه. الان ببین همین که من دارم در موردش گپ میزنم، در یعنی افعال گذشته، فعل گذشته را استفاده میکردم، پس منو الان من زنده ام. ببینید گاهی وقتا میگه مثلا با یک گفتگوهای دوستانه که داریم، میگه اگه فلان اتفاق بیفته من که جان خود دادم. اگه فلانی مثلا بره من که میمیرم. اگه فلانی رو نبینم من دق خود کردم. بله. ولی میبینیم که یعنی اتفاق میفته. اما آدم به سفر میره و بعد این مادر گریه میکنه و بعد با یک حالت خیلی نگران و یا حتی ناامیدی میگه دیدی چطور رفت؟ مثلا فرض کنید در یک سلای آمینه خاک شد و مثلا بچه‌م رفت. وقتی که میگی رفت یعنی رفت، ولی تو هستی؟ بله. یعنی تصوری که فکر میکردی اگه فلانی نباشم دیگه خود کردم، دیدی یعنی زنده هستی؟ پس این یعنی چی؟ این نیز بگذرد. رفت. پناشته خدا، اینو می اصطلاح عامیانه که پناشته خدا یعنی چی؟ یعنی ایره بپذیری که این تغییر در زندگی اتفاق، هیچ چیزی در عالم برای هیچ کسی ماندگار نخواهد بود. یکی از خوبیای دنیا همیست که مگذره. مگذره اصلا به شما. بعد برای هیچ کی نمونده آخه. برای هیچ کسی نمونده، برای انبیا و اولیا الهی هم، برای حضرت نوح نمان. نزدیک به هزار سال حضرت نوح زندگی کرد و بسیار اتفاقات و پسیا بلندیار در زندگیش، ولی بالاخره نوح هم رفت. حالا نوح مثلا فرض کنید که کافر شدن بچه شدید، غرق شدن بچه شدید حضرت نوح علیه السلام، ولی اینا همه رو دید و این گذشت. اولین و مهمترین مسئله، هر زمانی که در زندگی دچار هر چالش، هر شکست و هر به عبارتی آسیبی میشیم که او آسیب باعث این میشه که امیدمون از زندگی از دست بدیم، ببین که همین که الان داری به او فکر میکنی و او از سر تو گذشته،
یا اگر در اون لحظه در مو داخل همون سختی است بگویه که خویم میگذره، این میگذره کما اینکه گذشته. پس ببینید، و نکته مهمتر این است که وقتی که گذشت و الان یک ماه بعد، یک روز بعد، یک سال بعد دارم در مورد گپ میذارم و همچنان اون حالت ناامیدی در من وجود داره، که البته خب وقتی که میگیم یک سال دیگه یه اختلال شد، یعنی یک افسردگی مزمن است. آدمی که یک سال پیش عزیزش از دست داده و هنوز نتوانست از این قضیه رو بپذیره، یعنی بعد از حالا ما نهایتا 2 ماه تا 3 ماه رو در روایات دینی داریم تا 40 روز رو کاملا طبیعی است، یعنی حق برای یک انسان باید داره. ولی خب اگر تا 2 ماه، اگه 2 ماه به 3 ماه شد، ولی از 3 ماه به بعد وقتی دیگه یک سال یک آدم از یک اتفاق منفی در زندگی گذشته و این هنوز نتوانسته به اصطلاح تخصصش خودش رو رفرش کنه، هنوز نتوانسته حالت عادیش پیدا کنه، پس یک اختلالی است که حتما باید به مشاور مراجعه کنه و دنبال، حتی گاهی اوقات باید دنبال درمان‌های دارویی بود گاهی اوقات البته. پس نکته اول در مواجهه با آسیب‌ها این رو بگیم، این نیست بگذرد. نکته دوم، هر آن چیزی که مرا نکشد قطعا قوی ترم خواهد کرد. یعنی به این، به آسیب ها خانم زهوری، به چالش ها و به مکافات و حتی ساده تر و عامیانه تر بدبختی هایی که به زندگی ما میفته، به دیده این مثبت نگاه کنیم، این مرا قوی کرد. یعنی چقدر این نکته سنگی اصلا، این همون پوت که آهنگری بود که الان میبینید آهن داغ میکنن داغ میکنن داغ میکنن در حدی که به حالت در نزدیک بله، بله، بله. بعد شروع میکنن با اون پوت که بزدن. ببینید این همون پوت که دیگه است که شکل خواهد داد، فلز وجود مرا، سختی وجود مرا، مثلا ما تبدیل به یک عنصر به اصطلاح یک کاربرد خاصی خواهد شدم اگر الان درم چکش میخورم. یعنی لیاقت اینه داره که شما سختی ببینه، چرا که در ازای او سختی یک جوهره خاص به او عطا میشه. حتما این اتفاق خواهد افتاد، حتما. خیلی، پس اول یک این نیز بگذرد، دو آن چه مرا نکشد قطعاً قوی ترم خواهد کرد. به چه خاطر قوی تر؟ ببینید خانم زهوری، ما همین که چند لحظه پیش گفتم، بسیار از مسائل رو وقتی از دور به اونها، از بیرون به اونها نگاه میکنیم، احساس میکنیم که وای این چقدر سخت است، ولی وقتی در جریان او قرار میگیریم و از اون میگذریم که یک احساس میکنم به خاطرش این نکته مهمه شد قوی ترم خواهد کرد، چی دیگه من و آدمی نیستم که اگه به اون مسئله فکر کنم بترسم، آره دیگه اثر گذراندم، پس بله، قوی‌تر شدم، قوی‌تر من یک قدم بالاتر رفتم، من یک قسمتی او استحکام و او ثباتش. بنابراین پس اگر ماندن در همون لحظات بسیار تلخ و ناامید کننده است، بله، ولی گذر از اونها تبدیل به این میشه که وقتی از بعد که برمیگردم، بله، پشت سر خودم نگاه میکنم، میگم این من بودم که ایره تحمل کردم، چقدر از او شکست و از اون مسائل و سختی ها چقدر این تجربه به دست آورده، بله، که میتونه از او تجربیاتش برای زندگی خودش اصلا استفاده کنه. این محل سوم است. پس یک، این نیز بگذرد، دو، آنچه مرا نکشد قوی ترم خواهد کرد، و سوم، هستم پس میتوانم. یعنی اگر این چالش مرا نکشت، مرا از پادر نیاورد و من قسمتی از وجودم به استحکام رسید، حالا پس دوباره تلاش میکنم. چون ببینید حتی اگر شبیه به این دوباره اتفاق بیفته، من که نمردم دفعه پیش، که نمردم این دفعه، هم نخواد مردم، ولی این اود از اود شکست قبلی یک مقدار قوی تر شدم، اینقدر که الان که وقتی به گذشته نگاه میکنم، او ترسی که از دور دفعه های قبل هنوز که اتفاق نیفتاده بود، هر بار که فکر میکردم تر و درم میلرزید، بله، غم بزرگی میگفت وای اگر مادرم نباشم چه کنم، وای اگر بچه‌م نباشم چه کنم. ولی وقتی خدای نکرده مادرم نبود، بچه‌م نبود و دیدم که زنده هستم، حالا از این بعد میگم در بدترین حالت، این برجسته ترین مبارزان عالم، انقلابیگرها، آدمهایی که به جایگاه های بلند رسیدن، بله، او آدمهایی بودن که از تمامی شکست ها، از تمامی تلخی های زندگیشان استقامت و محکمی رو به دست آوردن. و نکتهش این بود که هر بار که شکست خوردن، نمیشستن رو زمین زارزار گریه کنن که دیدی باز افتادم، نه، بلند شدن خودشان تکان دادن، گفتن خب حالا که افتادم دیگه دوباره از همین مسیر به این قسم نخواد افتادم، چون یک بار تجربه کردم، شاید 2 قدم دیگه برم باز بیفتم، ولی افتادن یک مدل جدید است، یعنی یک قسمتی به تجربه های ما، به توان ما، به استقامت ما افزوده خواهد شد. بسیار عالی. و اما خوب است که به سوال دیگران بتونیم بپردازیم. اتشار. تشکر. من از طرف اونا از شما تشکری میکنم فرزانه عزیز، و میفهمم که اونا هم چقدر خوشحال میشن وقتی میشنون که در زندگیشان به این طریق یک روحیه خاص پیدا میکنن، بله، و پس میخیزن سر جای خودشان و استاد میشن. اتمنان. خب سوال بعدی را ما نشر میکنیم که وایسیس که خواهر عزیز ما به صورت پیام صوتی برای ما رای کردن. سلام، تشکر از برنامه بسیار خوبتان. شریف هستم، 40 ساله. یک سوال داشتم که من وقتی کار را خوب پیش برده نمیتونم، زود ناامید میشم و فکر میکنم که دیگه هیچ کار را نمیتونم درست انجام بدم و بسیار افسرده میشم، چی کنم؟
بله تشکر از خواهر عزیز ما، از شریف خانم. خودشان دقیقا جواب در لابلای این گفتگو، وقتی یک کاری را انجام دادن نمیتونم، پس بسیار کار است که شما انجام داده انجام میتونین. داده میتونین. بله دقیقا، حالا اینمو گپی که همیشه حالا در بسیار شنیدن دوستان عزیز ما، که جمله معروفی است که حالا میگن این روانشناسانه به زندگیتان نگاه کنید، که اینمی پیاله عمر ماست، اینمی همیشه اون نیمه خالیش نبینم. خب بذارید 5 دقیقه جواب بتین، نیمه پرش ببینم. خب وقتی یک کار تمام میشه به جای نامی شدن بشینم، خب این دفعه چندم است که من این کار میکنم؟ 3 بار 4 بار 5 بار. خب آیا هر 3-4 بار رو شبیه به هم انجام دادم؟ اگر انجام خوش اشتباه مسمه بوده، آدم عاقل از یک مسیر اشتباه یک بار میره، تو چرا 4 بار از یک مسیر اشتباه رفتی؟ خب ناامیدی نه، اصلا احساسی هست بادم دست میده، بله. اشتباه از ما بوده است. یعنی این که برگردیم بررسی کنیم پشت سرمان، یک من فلان کار انجام داده نتونستم، دفعه اول تست یا بار چندم تست؟ اگه بار چندم تست دیگه او اشتباه، دیگه او مسیر نرو، مسیر جدید رو پیدا کن. مسیر جدیدی که پیدا کردی قبل از اینکه انجام بدی او رو بررسی کن، شاید این کاری که عزیز ما در عبارتی از اون نام میبره یا او کار، چون وقتی که میگه یک کار یعنی کارهای دیگه، قطعا او کارهای دیگه متناسب با توان او بوده، متناسب با شرایط او بوده، ولی اینمی کارهایی را که یا بعضی از کارهایی را که نمیتونه انجام بده به خاطر اینکه متناسب نیست. یعنی گاهی وقتها ببینید، ما در روایات دینی داریم 1 ساعت تفکر از 70 سال عبادت برتر است. به خاطر چی؟ به خاطر که 1 ساعت تفکر ممکن است مسیر زندگی من رو متحول کنه، یعنی من به سعادت 70 سال بعد برسانه. ولی متاسفانه گاهی وقتا 7 سال و 70 سال تلاش کردن بنه به اندازه 1 ساعت فلاح و رستگاری برای ما ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون بدون اندیشه است، بدون فکر، بدون تعمله. من توصیه برای عزیزی است که اینمی کلمه یک کارا یا یک بعضی از کارا یک بررسی بکنن. من ترجیحاً تو تاکید میکنم به همه دوستان، مخصوصا اونایی که سواد دارن، اینم اینا رو بنویسن. یعنی یک قلم و کاغذ بردارن، خب فلان کار رو من نتونستم بکنم، درست. چند باری رو انجام دادم؟ اگه چند بار انجام دادم شبیه هم بوده، پس یک چلیپای کلان من اشتباه کردم، از یک مسیر رفتم، از مسیرهای متفاوت رفتم. خب تو از سه مسیر رفتی، ممکن است 1000 راه نرفته بره اینمی کار وجود داشته باشه. این ستاره کنار بگذار، راه چهارم انتخاب کن، راه پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم. و نکته بعدی اینه که دقت کن، اگر چندین بار بیشتر از 10 ها بار یک مسیر پیمودی، دوباره بیاندیش، شاید اصلا این مسیر، این هدف، این کار کار درستی نیست. یعنی بر اساس توانایی و استعداد با شرایط ما، با توان ما، با جامعه ما، با نیازهای ما جور نیست. خب دیگه هیچ هدفی نداشته باش. نه، هدفت هدفمند بودن دور ننداز، اینمی هدف رو بذار در یک گوشه، یک هدف جدید، همون تغییره، یک هدف جدید انتخاب کن، یک مسیر جدید انتخاب کن، و بعد برای اون مسیر جدیدت باز اول بیاندیش، فکر کن، برنامه ریزی کن، برای خودت یکان هدف تعیین کن. هدفت هم قطعا برنامه ریزی شده باشه، 3 روز بچه کار خواد کردم، 1 هفته بچه کار خواد کردم، 1 ماه، خب من فلان کارو میکنم، هیچ برنامه‌ای هم برش ندارم، هیچ کاری هم نمی‌کنم، 1 ماه بعد افسوس، حسرت و گاهی وقتا عزت نفس خودمون، من خود هیچ کار کرده نمیتونم. و عزیز من، او یک چیزی که تصمیمی که 1 ماه پیش فقط صرفا به ذهنت آمد، عملی نکردی، برش نقشه نکشیدی، برنامه ریزی نکردی، برای خودت یک زمان مشخصی رو در نظر نگرفتی برای رسیدن به هدفت، هیچ کدام گزینه‌های رو انتخاب نکردی برای اینکه مثلا کارو بکنم. خب چیکار باید بکنم؟ مثلا میگی که من قرآن خواندن بلد نیستم، می‌خوام قرآن خواندن یاد بگیرم. برای یاد گرفتن قرآن نمی‌تونی نشستی؟ خب وی کاش ما یاد میگرفتم. بعد شروع کردی، و پدر من نماند که برم قرآن بخونم، مثلا همسرم نگذاشت در یک دفعه که ببینم مثلا سخت است دیگه، میگه تمام من نمیتونم. این الان مثلا شما میگه که من سال هاست که میخوام قرآن خوندن یاد بگیرم. خب در درونی در مدتی سالا چیکار کردی؟ فقط خواسته درونی خودت بوده. این ناامیدی معنی نمیده، به عبارت این ساده تر بگم تنبلی است، این بی برنامه بودن است، این دقت نکردن و این تفکر نکردن است. تفکر به این معنی که اینقدر تاکید شده در آیات قرآن، بارها و بارها مخاطب قرار گرفته، یا اول الالباب، ای صاحبان اندیشه، ای صاحبان لب، ای کسانی که اهل تفکرید، اهل فکر کردنی، تعامل میکنید. به خاطر است که ببینید اگر فکر بکنیم قطعا راه، یعنی میدانیم که اشتباهاتمون کجا بوده، اشتباهات ما چلیپا میگه، چون مسیرهای جدید پیدا میکنم، برای مسیرهای جدید برنامه‌ریزی میکنم و حتما به نتیجه خواهد رسید. بله. اینطور خواهد بود. 100% کاری که بر اساس برنامه ریزی باشه و تفکر باشه و با یک انگیزه صحیح و یک امید صحیح، 100% میتونه به نتیجه برسه. خب تشکر میکنیم خانم رضایی، خواهش میکنم، پاسخگوی سوالات عزیزان ما بودین. البته سوالات هنوزم باقی هست، ما هفته دیگه بازم پاسخگوی سوالات هستیم. ما کلا روزای سه‌شنبه را اختصاص میدیم به بخش مشاوره،
که شما عزیزان هر سوالی که دارین و هر گفتگویی که دارین با ما در جریان قرار بدین. دکتر صاحب خانم رضایی عزیز پاسخگوی سوالات شما و مشاوره های شما هستند. تشکر خانم رضایی، مانده نباشین. زنده باشین. خب عزیزان بیننده، از شما هم تشکر قدردانی میکنم که همراه ما بودن امروز. امیدوار هستم که در هر روز که برنامه روشنا تقدیم شما عزیزان میشه همچنان بیننده برنامه باشین. با اتفاق کارشناس محترم برنامه از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما را به خدای پاک و بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار همه شما و همچنین التماس دعا داریم از همه شما عزیزان در وقت نمازتان. صلاة الله سلام الله.